به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با عرض سلام و خسته نباشین، باز هم خوش آمدین به برنامه بستان عافیت. باز هم من نگین عزیزی در خدمت شما هستم و همچنان طبق معمول ما با خود دکتر صاحب های معزز را مهمان می داشته باشیم و در ارتباط با موضوعات صحی شما عزیزان می پردازیم. امروز هم خوشبختانه ما با خود دکتر صاحب قیس الدین حلیمی را با خود داریم، البته که ایشان تکنولوژیست عالی طبی هستند و در ارتباط با موضوع اهدای خون و فوایدش با ما صحبت خود داشتند. سلام دکتر صاحب معزز، صحبت بخیر. سلام و عرض ادب خدمت شما، خدمت دستاندرکاران برنامه و خدمت بیننده های عزیزی که همین اکنون ما را از طریق پرده های تلویزیونشون چی در خارج و چی در داخل کشور میبینم تقدیم میکنم. خب دکتر صاحب معزز، ما موضوع برنامه را اهدای خون و فوایدش انتخاب کردیم. چه خوب است که در ارتباط به موضوع اهدای خون معلومات را جمع کنیم. اهدای خون یکی از کلمه های بسیار پر ارزش در جامعه امروزی در قسمت رفع مشکل مریضا است. اهدای خون یعنی اهدای زندگی، اهدای خون یعنی اهدا و یا کمک به هم نوع ما، اهدای خون یعنی همکاری با دکتر صاحب‌های محترم در قسمت تداوی بهتر مریضان. خب یک سلسله پیش فرض ها و یک سلسله شرایط قبل از اهدای خون ما داریم که باید بگوییم. کسانی که سنشان بین 18 الا 60 هست و وزنشان بالاتر از 50 کیلوگرم هست، وضعیت صحی و وضعیت روانی از اونا خوبتر و بهتر است، معرض به کدام آفت و یا کدام مشکل جدی صحی نیستن و یا هم 3 ماه قبل خون خود اهدا کرده باشند، یعنی فواصل زمانی خون را پوره کرده باشند، این اشخاص میتونن خون بدن. و همچنان خانم هایی که عادت ماهوار ندارن و خانم هایی که حمل ندارن و اینا صحتمند هستن، سالم هستن، میتونن خون را اهدا بکنن. و همچنان اشخاصی که مقدار هموگلوبین خونشان از 12 گرام پر دیسی لیتر بالا باشد. نزد خانم ها از 12 گرام هست و نزد آقایان هم 12.5 و یا هم 12 میتونیم بگوییم الا 16 گرام پر دیسی لیتر. اینا ای اشخاصی هستند که شرایط اهدای خون را دارن و میتونن که بسیار به خوبی و راحت خون بدن. بسیار عالی. خب حال هم روی موضوع مهم دیگه ای که کدام افراد اشخاص نمیتونن خون اهدا نمیتونن که بکنن، یعنی در ارتباط با این صحبت بکنین کدام افراد اشخاصی شرایط نداشته باشن تا که خون اهدا نکنن. خب یک تعداد اشخاصی هستن که اونا مدام العمر محروم هستن از اهدای خون. ما میتونیم اشخاصی که نام ببریم، اشخاصی که الرژی دارن، اشخاصی که نفس تنگی های بسیار شدید دارن، اینا نمیتونن خون بدهن، اشخاصی که فشار خون بالا و غیر کنترل شده و یا هم شکر و یا قند خون ارتباط به انسولین دارن، اینا هم نمیتونن خون خود اهدا بکنن. و همچنان اشخاصی که امراض انتانی مثل HIV، مثل زردی سیاه و سفید که اصطلاح طبیش HBS و HC است، اینا هم نمیتونن خون خود را اهدا بکنن. و همچنان اشخاصی که تکالیف قلبی دارن، اشخاصی که تکالیف کبدی، تکالیف ریوی و یا هم تکالیف کلیوی دارن، اینا هم نمیتونن که به شکل بسیار منظم خون خود را اهدا بکنن. و همچنان اشخاصی که سلامت روحی و یا هم سلامت جسمی ندارن، اینا هم کاندید اهدای خون نیستن. خب سلامت باشین دکتر صاحب معزز، میپردازیم روی این که فوایدش چی هست. افراد اشخاصی که میخواین و یا هم تواناییش دارن که خون اهدا بکنن باید کدام نکات را مراعات بکنن و همچنان فوایدش کدام خواهد هست؟ بله دقیقا، علاوه از این که اهدای خون باعث بالا رفتن ارزش های اخلاقی و مذهبی ما در جامعه میشه و حقیقتا که اجر دنیوی و اخروی را هم در پی دارد، علاوه از این یک تعداد فواید صحی هم به خود دونر و به خود اهدا کننده هم داره که ما میتونیم بگیم که از جمله فواید صحیش تکالیف و یا هم استروک های دماغی را
و هم تکالیف قلبی و یا حملات قلبی را کاهش میده. کسایی که اضافه وزن دارند با کاهش کالری اونا میتونن وزن خود را کم بسازن و همچنان خود اهدای خون میتونه ضد سرطان باشه بسیار و عالی. همچنان میتونه که خود اهدای خون تعادل گردش خون را بسیار منظم بسازه و همچنان کسانی که مشکلات دارند در قسمت بسیار یعنی کسل هستند، یعنی کسانی هستند که همو هیجبی یا سویه هموگلوبین در وجود از با یک کمی نزدیک به بالا رفتن هست، اینا مثلا مشکلاتی نزد از اینا پیش میشه که اونا بسیار یک نوع دلتنگی احساس میکنن، یک نوع گرنگی احساس میکنن، خواب بسیار زیاد دارن، دستا و لبهای از اونا تقریبا به شکل کبودرنگ هست از باعث ازدیاد خون و همچنان در قسمت پاها و در قسمت بجلک ها یک نوع بیهیسی کرختی و یا خواب بردگی را احساس میکنن. برای از این اشخاص بسیار گپ خوب و گپ مفید است که خونشان را اهدا کنند. بله، سلامت باشین دکتر صاحب و معزز. خب بیننده های عزیز، فعلا هم یک میان برنامه کوتاه داریم و همچنان بحث ما ادامه داره که افراد اشخاصی که میخواین خون بتن باید کدام شرایط مد نظر بگیرن و همچنان در ارتباط با فایدش نه صحبت کرد و همچنان بحث ما بعد از یک میان برنامه کوتاه ادامه خواهد داشت. فعلا هم یک وقفه کوتاه. دوباره برگشتیم عزیزان بیننده و همچنان ما با خود دکتر صاحب معزز، دکتر صاحب قیس الدین حلیمی رو با خود داریم که ایشان تکنولوژی سالی تیبی هستن و همچنان پیرامون اهدای خون و فوایدش صحبت های داشتیم و همچنان بحث را ادامه خواد دادیم. خب دکتر صاحب معزز، در ارتباط به این میپردازیم که افراد اشخاصی که خون میتن و همچنان افرادی که به خون نیاز دارن خون میگیرن، اینا باید هر دو طرف باید کدام شرایط که خیلی مهم هست را مد نظر بگیرن، البته کدام نکات باید مراعات شود؟ در قسمت انتخاب دونر و ای که زمانی که ما میخواهیم بریم به یکی از مرکزهای خوندهی و خون خود را اهدا کنیم، باید شرایط را مد نظر بگیریم که خیلی مهم است. اول باید روحن خیلی آرام باشیم، روحن احساس آرامی بکنیم و احساس رضایت بکنیم، به خودت یک قناعت بدیم گویا ما به طرف یک کار بسیار خیر میریم، به هموطن خود و به یک هم نه به خود کمک میکنیم. و همچنان کسانی که خود را اهدا میکنن باید همراه خود یک همراه داشته باشن، لباس تنگ نپوشن و همچنان یک نوشابه سرد و شیرین با خود داشته باشن، خوابشان کافی باشه و پیش شرط هایی را که من قبلا گفتم، سن و وزن و گپا دیگه، اینا را مد نظر بگیرن و همچنان ادویه استفاده نکنن، یعنی 3 یا 4 روز قبل از خونگیری ادویه استفاده نکنن و همچنان زمانی که میرن به طرف مرکز اهدای خون، این شرایطی که خیلی حساس و مهم هست مد نظر بگیرن. به خاطر چی مد نظر بگیرن؟ نکته مهم و قابل اهمیتی است که در قدم اول مسئولیت دونر برای ما خیلی مهم است. بله. یعنی کسی که اهدا میکنه او باید مسئول بمانه. ما که خونش میگیریم عکس میکنیم، بر از اونا کدام صدمه نرسه، مسئولیت از اون خیلی مهم است. بعد از این قدمه دوم، زمانی که خون گرفته میشه یک سلسله ماینات در خون شخص اجرا میشه، یعنی همی خونی هم که ما میگیریم به شکل مسئول انتقال شوه برای مریضا، مریض هم دچار یک آفت و دچار کدام مشکل دیگری نشود. خون یعنی پاک و خون مسئول برای مریض انتقال داده شود. که دکتر شبا در این قسمت ماینات خصوص خود را دارن، ماینات اجرا میشه بالای خون. و یکی از فواید دیگری که در این قسمت باید لازم از ذکر بکنیم، اشخاصی که خونشان را اهدا میکنن از حالت صحی خود با خبر میشن که در وجود از اینا چی مشکلات هست و یا چی نیست، یعنی از سلامت صحی خود با خبر میشن، دلشان جمع میشه و امراض انتانی مانند HIV و HBS، HCV، VDRL و یا زردی ها گفته میتونیم، اینا در خونشان تشخیص میشه به شکل رایگان و به شکل بسیار معیاری و منظم تشخیص میشه و همچنان اینا از
قسمت معاینات و از قسمت صحت خود با خبر میشه. بله، سلامت باشین دکتر صاحب. خب یک سوال که اگر خون را بعض افراد اشخاص اهدا میکنند به فرد که گیرنده او هست حاضر نباشه و هم موجود نباشه، یک خون را که از فرد گرفتن چقدر مدت زمان ما میتونیم در لابراتوارها نگهداری بکنیم؟ گپ بسیار خوب و سوال بسیار خوبی است. خونی که از فرد ما میگیریم، پاکت ها و یا خریده های بسیار مخصوص خود دارند که داخل از این پاکت ها مواد به نام انتیکواگولان یا CPD1 هست که اینا میتونه خون را تا 45 روز نگهداری بکنند. و همچنان خونی که اهدا میشه، الحمدلله فعلا در وطن ما این امکانات هست که ما همین خون میگیریم، به اجزای متشکلیش تقسیم بندی میکنیم بله، که عبارت از پکت آر بی سی هست، کرویات سفید یا پلاتلت ها هست، پلازما هست و همچنان کرایو پرسپیتیت هست که به مریضان مشخص اهدا میشه. ما گفته میتونیم که یعنی یک شخصی که 450 سی سی یا 500 سی سی خون خود اهدا میکنه، میتونه جان 4 نفر را از مرگ نجات بده و این دقیقاً گپ بسیار ارزنده و بسیار گپ خوبی است. الله متعال در کتاب خود میگه و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، یعنی یک انسانی که سبب زنده شدن یک انسان دیگر میشه به این معنا که تمام انسانها را نجات داده و این دقیقا. گپ ارزنده است. و همچنان در قسمت از اینکه خون به اجزای متشکلش تقسیم میشه، هر کدام باز صورت نگهداریش هم نظر به درجه حرارت و فریزر و یخچال ها فرق میکنه. خون را ما به 4 دسته تقسیم میکنیم که همو پکت آر بی سی و یا هم همو هول بلد یا خون مکمل، ما میتونیم الی 45 روز به صورت بسیار منظم در یخچال های مخصوصی که در بانک های خون وجود دارد ما به شکل بسیار درست و منظم نگهداری بکنیم. همچنان پلازمایی که از اینا گرفته میشه به خاطر مریضای سوختگی و یا به خاطر مریضای هیموفیلیا و بعضی مریضای دیگه، اینا میتونه تا 2 سال در فریزر در منفی 22 درجه سانتیگراد نگهداری شود. و همچنان مواد دیگه که از خونها تجرید میشه عبارت از پلاتلیت و یا صفحات دموی است که به نام کرویات سفید خون شناخته میشه، اینا میتونه تا الی 5 روز به صورت بسیار درست در همو وسایلی که به نام هزیتاتور هستند در اینا به شکل بسیار منظم و معیاری نگهداری شود. بله، بسیار علی، سلامت باشین و همچنان خبر خوب هم هست که انشالله امکانات افغانستان پیشرفته شده و همچنان نگهداریش هم بهتر هست. چه خوب است توصیتان داشته باشیم بر افراد اشخاصی که خون میتن، بعد از اهدای خون باید کدام نکات رو مد نظر بگیره؟ اشخاصی که خون میتن بعد از اینکه فارغ میشن از اهدای خون، در جایی که هستن و یا در اتاق استراحتی که بر اونا لازم دیده شده، به مدت 10 الی 15 دقیقه استراحت بکنن. فشارشان بعد از اهدای خون باید چک شود، یک نوشابه سرد و شیرین را نوش جان بکنن، روحن آرام باشند و در طول روز الا 4 ساعت از کارهای شاقه و یا از ورزشهایی که ثقیل است اونا خودداری بکنن. از مصرف دخانیات مانند سیگرت اینا جدا پرهیز بکنن. و همچنان یک تعداد اشخاصی که برشان سردردی های مبهم و یا گنگسیت برشان پیدا میشه و قدر قابل تشخیص نیست، اینا خود به خود الا 3 روز الا 1 هفته خوب میشن. ولی بهتر هی است که همون نکاتی که دکتر سایبا بعد از اهدای خون برشان توصیه میکنن اونا باید مد نظر بگیرن، یعنی استراحت خود منظم بسازن. اگر کار ندارن، مشکل ندارن، برن خانه استراحت بکنن، آرام باشن. و همچنان نمی قسمت وغزه سوزن که است باید از طرف دونر بسیار خوب بررسی شود. یعنی بعضی دونرها هستند خونشان را اهدا میکنند و در این قسمت بیتوجهی میکنند، بعدا میبینیم که خون از قسمت وریدشان آمده و کالایشان را به حساب آلوده ساخته. یعنی باعث میشه که باز هم ضایعات خون را داشته بله، باشن اما بله. بدون فواید. بدون فواید. و اگر احیانا در قسمت ناحیه از باعث ارتشای خون به انساج اطراف
کدام کبودی یا کدام سرخی دیده میشه، اینا کوشش بکنن که با یک تربند سرد اون محکم بسته بکنن تا یکی از ارتشای بیشتر در انسداد جلوگیری شود. و گپی کدام قابل تشویش نیست که خود به خود ترمیم میشه. بله، بسیار علی، سلامت باشین و همچنان در اخیر هم میخوایم پیامتان را داشته باشیم بر افراد اشخاصی که توانایی را دارن که خون اهدا بکنن و همچنان آگاهی پیدا بکنن که چقدر مفید هست. بله، در پیام ما در خصوص اهدای خون برای هموطنان عزیز مایی هستند که ما فراموش نکنیم ما نسل زجر دیده و ستم کشیده هستیم که در برابر هر تجاوز به خاطر استقلال وطن و تمامیت ارضی خود ما خونها را ریختاندیم و شهدای ما خونهای خود را ریختند و اونا رای دنیای اخروی شدند و اسوه و الگوی ما همونا باشند که به خاطر تمامیت ارضی خود به خاطر استقلال خود خون ریختند و ما همچنان باید و باید یکی از وجیبه های دینی و ایمانی ماست ما باید بریم به شفاخانه ها و مرکز های انتقال خون، خون خود را اهدا بکنیم، خون خود را بدهیم تا بتانیم جان 3 الی 4 نفر را نجات بدهیم. واقعا هستند مریضانی که ضرورت بسیار مبرم به خون دارند و یک نکته قابل ملاحظه را ما باید اینجا اشاره بکنم که با پیشرفت تکنولوژی تا حال تکنولوژی نتونست خون مصنوعی بسازه و در آینده هم نخواهد تانست به خاطر خون یکی از اجزای بسیار مهم و یکی از اجزایی است که خالق از تنها الله تبارک و تعالی است و انسان قادر نخواهد شد قرنهای بعدم که خون را بسازد چون خیلی اجزای مهم و ما گفته میتونیم که یک کرویه سرخ خون RBC تقریبا که ما او را به چشم دیده نمیتونیم تحت میکروسکوپ ها میبینیم 270 میلیون مولکول هموگلوبین دارد و یک حشاریه 0.8 بیلیون مولکول اکسیژن را از شش ها انتقال میده به انساج. ما فکر نکنم که داینده ایره تکنولوژی و دانشمندان ساخته بتونند، نه تنها که ساخته نمیتونند، دانشمندان علم RBC را هم باخر رسانده نمیتونند و همچنان هموطنان خود را ما تشویق میکنیم، ترغیب میکنیم. اهدای خون هیچ نوع ضرر نداره، خودم بارها بار خون دادیم و همچنان به شما توصیه میکنم برین خون خود را اهدا بکنین و این فرهنگ نهادینه بسازیم در ضمیر هموطنان ما تا مشکل هموطنان عزیز ما در قسمت رفع شود و مطمئن باشین که هدای خون هیچ نوع ضرری ندارد. بله، سلامت باشین دکتر صاحب معزز، بسیار یک پیام عالی و همچنان بسیار یک موضوع عالی را انتخاب کرده بودین. تشکر از اینکه امروز تشریف آوردین و ما هم چند لحظه با شما صحبت های داشتیم و مستفید شدیم. سلامت باشید. تشکر، بخیر باشید شما. بیننده های عزیزی بود داشتای قسمت از برنامه که دکتر صاحب معزز در ارتباط به اهدای خون صحبت کردن و همچنان پیام بسیار عالی نیز داشتن و توصیه من نیز همی است افراد اشخاصی که تواناییش دارن و همچنان شرایط را دارن باید خون اهدا بکنن. ما اگر جان یک زنده جان را نجات میدیم خیلی حس خوب داره و همچنان خیلی خداوند هم برش رضایت بخش هست و چی باشه که ما هم نو خود را یک انسان را بتونیم نجات بدیم با هدای چند سیسی خون خیلی یک کار عالی و بسیار خوب هست و همچنان پیشنهاد میکنم که کار را انجام بدین. فعلا هم یک رفت و برگشت کوتاه داریم و در بخش بعدی برنامه مرا تنها نگذاریم.